گفتار پایانی تکه ای از تاریخ. مناطقی که امروز به آشوب کشیده شده در دوران باستان و قلمروی قصه های شاهنامه فردوسی در کل سیستان نامیده می شد، زیر استیلای نواده گرشاسب از جمله سام نریمان، زال زر و بالاخره رستم دستان. سرزمینی که رادمردی و پهلوانی، ایران دوستی و یزدان شناسی از اونجا نشت کرده به اسطوره‌های ایرانی. اما از تاریخ مکتوب به این طرف نام‌آورترین دلاوری که از این خطه به کتاب‌های پارسی از جمله تاریخ سیستان و ایران راه یافته، یعقوب لیث صفار است، رویگرزاده‌ای که نام ایرانیش رادان پسر ماهک بود. در تاریخ سیستان و ایران آمده است که 200 سال بعد از حمله اعراب به ایران، زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات دیوانی حذف و زبان عربی به صورت اجباری تعلیم داده می شد. تا اون که خشکسالی بزرگی در سیستان رخ داد، شبیه آن چه به قول سعدی نه در باغ سبزی نه در راغ شخ، ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. با این همه مأمورین خلیفه همچنان بیرحمانه خراج و مالیات سنگینی از دهقانان و بازرگانان می گرفتند و به سوی بغداد می فرستادند. در چنان وضعیتی بود که رویگرزاده دلاوری به نام یعقوب پای به میان نهاد و با گردآوری دلاورانی از سیستان، بلوچستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با عمال خلیفه پرداخت، تا جایی که تمامی سیستان و خراسان تا ماور و نهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان را تا بخشی از خوزستان از متجاوزان عرب پس گرفت. نام ایرانی یعقوب لیث در تاریخ ها نیامده است یا به حد کافی نیامده است. برای ایرانیان فرزند آورده در ایران دوران ولایت فقیه که با دشواری های نامگذاری بر فرزندانشان آشنا هستند، چندان دشوار نیست درک کردن حال روز مردمانی که زیر سلطه متجاوزان عرب در آن روزگاران به سر می بردند. در آن دوران داشتن یا حفظ نام و القاب ایرانی دشواری که جای خود خاطرات جانی به همراه داشت. به هر حال یعقوب طی فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان فارسی دری را به ویژه در دفاتر دیوانی و حکومتی جایگزین آن کرد و همین زمینه مساعدی شد برای پیدایش عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و نظامی و عارفانی چون مولوی، سعدی و یگانه‌ای چون حافظ. به هر صورت به یمن دلاورانی چون یعقوب لیث صفار است که ما امروز به زبان فارسی دری با هم در ارتباط هستیم. اگر او به چنین کار بزرگی برای زبان و ادب فارسی دست نمی زد، کشور ما امروز مثل مصر، تونس، لیبی، مراکش و الجزایر عرب زبان می بود. و اما پایان کار یعقوب لیث نمیدانم به چه صورتی در کتاب‌های درسی امروز راه یافته یا نیافته، اما به صورتی که ما در کتاب‌های درسی می‌خواندیم چنین بود که خلیفه عباسی که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیک به سوی یعقوب می‌فرستد و می‌گوید حکومت تمامی نقاطی را که در ایران تصرف کرده ای به خود تو وامی گذارم، ولی تو از ادامه جنگ با من دست بردار و مرا به خلافت مسلمین بپذیر. میگویند یعقوب نان و پیاز شمشیری در یک سینی میگذارد، مقابل فرستاده خلیفه مینهد و میگوید از قول من به خلیفه بگو من رویگرزاده ساده ای هستم که غذای معمولی هم همین نان و پیاز است و تو به عنوان فردی متجاوز به خاک ایران در مقامی نیستی که به کسی در این سرزمین مقامی ببخشی. تا زمانی که تو و عمالت دست از تجاوز این آب و خاک بر نداشته اید، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخوانی یا بدانی، داوری میان من و تو با همین شمشیر است. اگر پیروز شوم که تو و عمالت را از این سرزمین میرانم و اگر شکست خوردم برمیگردم به حرفه رویگری خودم و نان و پیاز خودم. به این ترتیب جنگ با لشکری که خلیفه روانه کرده ادامه می‌یابد. فرمانده لشکر عرب که محمد ابن جعفر نام دارد در آن جنگ کشته می‌شود و سوارانش تار و مار. اما یعقوب هم خود چندی بعد به علت بیماری
در شهر دزفول که محل این آخرین جنگ اوست در می‌گذرد. همه اینها را گفتم که برسم به همین نکته که این هر دو سردار جنگی در همان منطقه به خاک خفته‌اند. اگر روزی گذارتون به دزفول افتاد، از هر دو محل دیدن کنید. این هر دو چنان با هم متفاوتند که حیرت خواهید کرد. هر که تاریخ نداند گمان میبرد که یعقوب متجاوز به این سرزمین بوده است و محمد ابن جعفر مدافع این سرزمین. در غرب دزفول مقبره محمد ابن جعفر با شکوه و جلال هرچه بیشتر همه روزه پذیرای زائران است، اما در شرق دزفول در مسیر جاده شوشتر برای یافتن مقبره یعقوب به مشکل برخواهید خورد، چون از مردم شهر کمتر کسی محل آن را که در مخروبه دور افتاده است میتواند به شما نشان بدهد. تازه وقتی مخروبه را پیدا کردید به سختی میتوانید بپذیرید زیر آن تخت سنگ ترک خورده یکی از شجاعترین و میهن پرستترین فرماندهان تاریخ سرزمینتان به خاک خفته است. هنوز غم‌انگیزتر از این چیزی میخواهید؟ به حال و روز دلاوران امروز سیستان و بلوچستان و فلاکت مردمان محروم این مناطق و دیگر مناطق فقیرنشین سرزمین مادریتان نگاه کنید یا دست کم بیندیشید. محاکمه سینما رکس. از شما دعوت میکنم فیلم تئاتر محاکمه سینما رکس را در همین چنل به تماشا بنشینید.